سلام عزیز، چطورید؟ من همچنان در دبیم و فکر کنم که یکی دو تا ویدیو آخر باشه. خیلی این سری موندم. من مدام که 3 روز بمونم، بعد با خودم هم هیچی لباس نیاورده بودم به اندازه 3 روز. بعد دیگه هی موندم، الان 10-11 روز شد که اینجا. در حال حاضر توی هتل پارامونت هم. خیلی هم با مزه. بذار گوگل بازیاش رو بهتون نشون بدم. عکس هلی رو اینجوری کیکی فوندانتی. به 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 به، خیلی شیک. اوکی، از اونجا که روز آخر هستم هنوز تیکت نگرفتم، ولی میدونم که فردا میخوام برگردم. تیکت هم میخوام یه جوری بگیرم که صبح دنیا میرسه دبی، صبح بیاد با هم صبحونه بخوریم، من برگردم استانبول. حالا میخوایم با هم پک کنیم و یک ویدیوی خیلی بامزه بگیریم به اسم آیا امکان داره یا نه. از شما خواستم که ازم سوالاتی بپرسین که آیا امکان داره فلان کارو بکنی، آیا امکان داره فلان کارو بکنی. بعد به نظرم من که خیلی باحال میشه این حجم از لاکچری بودن که من میرم این بر صدا ما هنوز داریم. چطوره خدایی؟ وای 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 بیرون بچه ها، روز آخر همگی بیرون، عزیزان بیرون. بفرمایید. خب بریم سراغ سوال اول. نوشته که امکان داره بازیگر بشیم. فکر کنم از سر موزیک ویدیو داره پرسه، ولی آره من خیلی دوست دارم که حتما بازیگر بشم، یعنی اگه فرصتش پیش بیاد قطعا. ست فرودگاهی 2 رو ببین هدی گرفته با شلوارکش. کاش که دوم نمیشد. خیلی بامزه است. اینم از بی هایپ دبیمان گرفتم، با هم کار کردیم، یه کلاب ریزی رفتیم، یه سری استایل ازش گرفتم. بعد این یکی از اوناست، جنسش هوله‌ایه، خیلی باحاله. البته تو هم خیلی دوست دارم. در واقع تو این دبی من تو این لباس زندگی کردم. آره خلاصه خیلی دوست دارم که حتما اگر فرصتش پیش بیاد استقبال میکنم. اتفاقا چند ماه پیش یه سری کتابای بازیگری هم خریده بودم، خیلی دوست داشتم که بخونم و مثلا یکم حرفه‌ای بخوام فکر کنم به این ماجرا. آره حتما. امکان داره تو این یکی دو سال کلن بلاگری رو بذاری کنار؟ ببین نه، من کلن دوست ندارم که این کار رو بذارم کنار و دوست دارم با آدمایی که دنبالم میکنن پیر بشم. یعنی همیشه وقتی به انتهای این کار فکر میکنن، دوست دارم که مثلا تا وقتی زندم همجوری تو سیستم زندگی و لایف استایلم رو شیر بکنم، کار بکنم، حتی وقتی پیر شدم، نوه‌دار شدم، چه بسا نتیجه هامو دیدم، بعید بدونم تنها 28 سالمه. ولی آره این مایوه هم خیلی گوگولی بود، عکسش رو پست میکنم حالا. ولی آره فکر نمی کنم، یعنی دوست دارم مثلا یه موقع هایی چند روز تو سوشال مدیا فعال نباشم، ولی اصلا دوست ندارم که مثلا کلن نباشم. امکان داره تا 2 سال آینده بچه دار بشین؟ تا 2 سال آینده که فکر نکنم، ولی شاید بعدن. آره امکان داره بری آمریکا برای همیشه؟ والا امکان داره. آره امکان داره یه روزی کامل کچل کنی. این خیلی خوب من نمیشناخته و یعنی هم میدونسته که قطعا جوابش آره است. من تصمیمات عجیب باشه به موهام زیاد میگم. البته الان 4-5 ماهیه که دست نزدم و دوست دارم که یکم بلند شه موهام، فعلا نه، ولی همیشه فکر میکنم که یه تایمی دوباره قطعا خیلی کوتاه خواهم کرد. آره آره لباس عادی نه یار، ولی لباس باشگاه تو حتما بیار. یه دستم نه، 2 دست لباس باشگاه بیار. پامو تو باشگاه نذاشتم. مثلا کلا هیچ کار، پامو تو استخر و دریا هم نذاشتم. مثلا دبی خیلی دارک و کاری بود برام. بریم سوال بعدی. ممکنه تا 5 سال دیگه مامانشی؟ اینو برای این گذاشتم تو سوالا، برای اینکه مثلا 97% شجاع مامان شدن بود. تا 5 سال آینده دیگه 100%. آره دیگه. امکان داره موهاتو برای همیشه صاف کنی؟ هرگز نه. موهای فرم آقالیش اینه که تو هر وقت بخوای میری یه سشوار میکنی، موهات صاف میشه دیگه.
چرا باید برای همیشه صافش کنی؟ ولی یه بار قبلا این کارو کردم. خب اول دبیرستان بودم، موهامو رفتم کراتینه کردم. وای چه عذابی بود. امروز میخوام برم واسه ایونت سارا جسیکا پارکر. چقدر شوک گفتم آقا. اونایی که خیلی منو میشناسن میدونن که من اصلا فشن آیکانم، یعنی کسی که هر وقت دوست دارم برم ایده بگیرم مثلا ذهنم نسبت به لباس پوشیدن و فشن باز بشه سارا جسیکا پارکر. من که به نظرم مثلا ماورای یه آدم عادی لباس میپوشه. نفر اول برام سارا جسیکا پارکر، نفر دوم تو این داستان برام زندایا. بعد سارا جسیکا پارکر چند وقت پیش اینجا ایونت داشت و من نتونستم برم، نبودم بوی. بعد رسیدم اونجا که خدایا مگه یعنی میشه یه بار دیگه ایونت بذاره؟ بعد ایونت گذاشت و یو ایونت گذاشت. بعد دوستان داشتن میگفتن ببین تو خیلی خوششانسی، چون اصلا امکان نداره یه برند تو مثلا فاصله 15 روز دوبار ایونت بذاره. دارم میرم و میخوام خیلی هم شیک برم، این شلواره رو میخوام بپوشم چون کلاسیکه. اینو میذارم بیرون، این شلوار فرودگاه من بذارم بیرون. امکان داره موهاتو پسرونه کوتاه کنی؟ اصلا اینکه لیبل میزنیم به موهای کوتاه که من دوست ندارم. چرا موهای کوتاه باید اسمش موهای پسرونه باشه؟ مگه به موهای بلند میگیم موهای دخترونه؟ یعنی نه قبول نداریم. آره نیمکی دوست دارم که دو سه تا بچه داشته باشم بعد موهام کوتاه باشه. نه شاید چون همیشه مامان خودم موهاش مثلا از یه سنی دیگه همیشه کوتاه بود، تو ذهنم مثلا اینه که مو باید کوتاه باشه مثلا. خیلی خوشم میاد. دایانا مثلا موهاش همیشه کوتاه بوده، مثلا دوستم که تو 37-8 سالگی موهامو قشنگ کوتاه کنم، ولی با این موهای فر حالا نمیدونم یه چه کار رو بکنم موهای کوتاهو، چون قبلا موهای کوتاه فرم داشتم واقعا سخته، اصلا یه چیز عجیبیه. ممکنه بازم آهنگ بخونی؟ تکی که فکر نکنم نه، ولی این که دوباره مثلا مثل اون آهنگ رولت یه کار با مزه اونجوری، آره خیلی هم دوست دارم. اتفاقا قرارش هم داشتیم منتها نکردیم، یعنی جفت و جور نشد، گفتیم که نه، ولی دوست دارم حتما این کار رو بکنم. لباس ها رو که دارم میبینم یادم میاد چقدر بعد کانتنت میگرفتم نگرفتم. این لباس های جرزی هم خیلی مود شده، الان پیرن سبزارم کردم اونجا عکساشو پست کردم. از بی هایپ هم یه دونه آبیشو گرفتم، این دوتا الکساندر وین بود. لباس آبیش هم بهتون نشون بدم، اینا یه شلوارم کشیم. بعد اینا مثلا این که انقدر گشاده، این با پاشنه بلندم خیلی به نظرم سکسی میشه نه؟ بعد آره خلاصه که دوست دارم بازم حتما. امکان داره یه عمل تو صورتت انجام بدی؟ در آینده؟ آره شاید. آره مثلا صورتم مثلا تو 45-50 سالگی مثلا بیفته، نمیدونم الان نمیتونم برای 20 سال آینده تصمیم بگیرم، ولی میگم الان به نظرم میاد که شاید موقع مثلا دلم بخواد صورتم بکشم، شایدم نه مثلا روند پیری عادی رو قبول کنم و مثلا صورتم طبیعی بذارم پیر بشه. نمیدونم اون موقع چه طرز فکری دارم، ولی الان به این فکر میکنم که آره شاید اون موقع این کار انجام بدم، ولی در آینده نزدیک امکان داره گوشی تو عوض کنی؟ گوشی ما؟ چرا گوشی من رفته رو مخه؟ آره امکان داره، چون که خب کارم با موبایله و همیشه دوست دارم که عکسایی که به شرکت میذارم، ویدیوهایی که به شرکت میذارم کیفیتش خوب باشه. آره گوشیمو حتما عوض میکنم، این گوشی جدیده که بیاد، چون الان 14 دارم 15 رو نگرفتم دیگه، فکر کنم 16 رو حتما بگیرم. امکان داره پیرسینگ کنی؟ پیرسینگ قبلا داشتم روی بینی، بعد یه وقتی داشتم عوض میکردم تو حموم جاش بد در رفت، بعد رفتم میشه علی کلاهی تو شهرک گلستان، بعد گفتش که خودش نبود دستیارش بود، گفتش که خودت اینو درست کن که یاد بگیری، گفت خودت اینو درست کن که یاد بگیری دیگه، مثلا هر دفعه این در میاد اینطوری نخواهی بیای. بعد
درست کردم نگو درست نشده بود. این بینی من آقا ورم کرد. بعد من دیگه خیلی ترسیدم و دردم گرفت و اینا. درش رو بردم و تصمیم گرفتم که دیگه این کارو نکنم. ولی الان که فکرشو میکنم من ندلم بخواد. راستی از شارلت تیلبری 3 تا محصول باحال خریدم، حتما تستش میکنم. ببین میخوام با این بپوشمش شلواره رو، بعد شادم با تیشرت سفیده باشم، اینم بذارم بیرون با این کفشای چارزنکیت. چارزنکیت یه برند انگلیسیه فکر میکنم که بوت چسبونی که کنسرت سوگند پوشیدم ریگوشم، اونم از همین برنده. ببین خیلی قیمتاش عالیه واقعا و خیلی خیلی کیفیتش بیشتر از قیمتیه که بابتش میپردازیم. برای همین حتما اگر مثلا کفش میخوای نو کیپ و کفش نگاه کنید. اینم از بی هایپ، این جین باش عکاسی کردم، خیلی هم باحاله. یکم استایلای اینجوری دارم میذارم، خودم خیلی خوش آمد. وای من دارم از دل درد کمردت میمیرم. بریم سوال بعدی. امکان داره تتو بزنی؟ آره تتو امکان داره بزنی. من تتوی که الان دارم و دوست ندارم، خب چون که سنم کم بود وقتی زدمش و کلن هم که تتوی بزرگ دوستم، تتوی کوچولو دوست دارم. سنم کم بود زدمشون، بیمعنیه. حالا جز اونی که رو پامه که با مال کوروش مچینگه، بقیهش رو سازن که رو دستمه عجیب اذیتم میکنه. و اونم براتون بگه که آره امکان داره تتو بزنم ولی بزرگ نه، دوست دارم تتوی کوچولو بزنم. ببین اینم یه پیرن بلنده از برند سوگند، انقدر اینجا پوشیدم، یعنی بعد اون ست فرودگاهی این ست دومم بود، انقدر که پوشیدمش خیلی هم بوگولیه، بغلش هم امضای سوگندو داره، خیلی هم جنسش خوب بود، خنک بود، اصلا هر روزی رو پوشیدم. امکان داره گرباتو برای همیشه رها کنی؟ اینی که این سوال نوشته قطعا پت نداره، چون تو وقتی که گربه یا سگ داری دیگه مثل اعضای خانوادت میشن. یعنی واقعا مثلا من الان عکسای پیشی رو میبینم 10 روزه ندیدمش و نینی، مثلا اینجوریم که وای فقط برسم اینا رو بغل کنم، بو کنم، بوس کنم، اصلا قربونشون برم. برای همین نه هیچ وقت امکان نداره. هیچ وقت از این سوال از کسی که پت داره نپرسید. برای فردا جوراب گذاشتم، میکروفونم داره ضبط میکنه. آره خب امکان داره یه دونه میتینگ با فنات داشته باشی؟ ببین من خیلی این اتفاق رو دوست دارم، خب ولی هماهنگیش واقعا کار سختیه و نمیدونم که باید چی کار کنم. یعنی من تنهایی پاسش بر نمیام، مگر اینکه مثلا یه جایی باشه که مثلا بدونم برای همه امنیت داره، میتونن همه بیان، هماهنگیش راحت باشه. میدونی خیلی خیلی چیز سختیه و دوست دارم اگر یه روز این کار انجام میدم واقعا یه جور خیلی عالی باشه. میز انجام میدم ولی نمیدونم کی. این اطرارم باران بهم داده، بیبی کت از ایف سن لورانه. یه من اطرایی که یکم تون عربی دارن دوست دارم، این یه ذره واه بوی عربی داره. این تنه عکساش خوب نمیشه، 3 بار تا الان باشن عکاسی کردم عکسش در نمیاد. سشوار در بیاریم، میخوام برم هم درست کنم برای امروز. من سشوارم به خاطر اینکه نمیدونم سشوار هتل دیفیوزر بهش میخوره یا نه، معمولا به خودم میارم. وای 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 دلم، وای 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 دلم، وای دلم. خب بریم سوال بعدی. دوست داری کسب و کار جدید شروع کنی؟ ببین جدیدترین کاری که کردم که لاکسیلون بوده و به شدت هم خوشحال و راضی هم از بابتش. دوست دارم که یکم بیشتر این در سال تمرکزم بذارم روش، یعنی سال جدید در واقع. و ولی در کل آره دوست دارم بازم کارهای جدید باز هم انجام بدم، قطع به یقین. امکان داره ابروهاتو بتراشی؟ ببین من چون کارهای عجیب میکنم نمیتونم بگم هرگز، مثلا به چه دلیل بکنم این کارو،
آیا بخوام یه چالنجی رو انجام بدم؟ آیا بخوام این رو از بیهایی بیرفتم؟ آیا بخوام یه پروژه برای یه پروژه باشه؟ نمیدونم مثلا یه همچین چیزی. آره ممکنه انجام بدم کارو کاملا، اصلا بعید. ولی خیلی چند روزه که دنیا به هم گفت، دنیا مسیحا چند روزه که به هم گفته که ابراتو بلیچ کن، روی صورت چند نفر دیدم خیلی خوش آمده. در همین ممکنه سامبای مشکی برای تو را امکان داره برند خودتو بزنی؟ در این لحظه قیافه من و لاکسیلوم و ساحل زدم دیگه. من یه برند لباس دارم که خیلی هم با مزده لانچش کردم، با کمپین اولش خیلی خوب بود، همه چیشو دوست داشتم و کالکشن اید نرسیدیم، یعنی چند تا چالش داشتیم اونجور که میخواستیم پیش نرم. ترجیح دادم که مثلا یه کار خیلی سرعتی نکنم، وایسم برای کالکشن تابستون بیام و کلی کار باحال درست کردیم که مطمئنم خیلی خوشتون میاد. امکان داره 70 کیلو بشی؟ ببین من نمیخوام که 70 کیلو بشم، ولی امکان داره که 70 کیلو بشم. ولی الان خیلی هم پرسیده بودیم که چقدر لاغر کردی. من وقتی که ورزش رو شروع کردم 64 کیلو شده بودم. میدونم خیلی چاق شده بودم، پرخوری میکردم، عصبی بودم، استرس هم جلسه جلو خودم رو نمیگرفتم. ورزش رو شروع کردم با رژیم. رژیم هم نه اینکه اصلا بد غذا بخورم، چون مربیم بهم گفت اگه غذا نخوری این ورزش کردن هیچ فایده ای نداره، تو فقط وقت تو داری تلف میکنی، چون تو هی باید پروتئین و مواد مغذی به بدنت برسونی. و یه سالم خاری کردم در واقع، حواسم بود که چی دارم میخورم. بعد سبزیجات و سالاد آوردم تو برنامه‌ام، پروتئین زیاد استفاده کردم و با ورزش تقریبا نزدیک 7-8 کیلو کم کردم. الان در این لحظه 57 کیلو هم، ولی دوست دارم که بشم وزنی که همیشه مثلا چندین سال بودم که اون وزنم 53-54 کیلوه. دوست دارم بیام رو 53 دوباره، یعنی یه 4 کیلو دیگه باید لاغر شم. امکان داره که از پرورشگاه بچه بیاری اگه امکانش فراهم باشه؟ ببین قبلا مطمئن بودم که این کار رو انجام میدم، ولی ببین هرچی سنت میره بالاتر دیگه فانتزی فکر نمی کنی و مسائل برات یکم جدی تر میشه. من این ور فکر کنم باید چند لحظه پاز کنم، دوربین رو اینوری کنم، فعلا این ور یکم جمع کنیم و مسائل یکم برات از حالت فانتزی خارج میشه. برابر این خیلی دوست دارم این کار بکنم، ولی باید ببینم که آیا توانایی پذیرفتن مسئولیتش رو دارم. اینو میخوام با پکش ببرم که تو استانبول تستش رو با هم بگیریم. این گیفتی بود که تو ایونت دادن، آنباکسش کنم بعدش. اینم دیروز اسپای به هم گیفت داد با نمک بود، توش دوتا ماسک بود و دوتا کیف و یه دونه چشمند که چشمنده صاف رفت تو قلبم. برای فردا کیف فرودگاهی رو کم کم آماده کنیم. هدفون باید داره تو شارژ. پرونده اعمال دیگه دارم گیج میزنم، فکر کنم باید سریع سوالا رو جواب بدم و وسیله هم رو جمع کنم. ویدیو هم چقدر شد؟ 26 دقیقه. پس بذار یه دقیقه بشینیم با هم یه ریلکسی بکنیم. امکان داره تا سال دیگه برند لوازم آرایش خودت داشته باشی؟ برند لوازم آرایش نه، ولی دوست دارم که مثلا چون که همیشه خودم خط لب و برق لب استفاده میکنم، دوست دارم که خط لب و برق لب مثلا استفاده کنم. امکان داره پلیس بگیرتت؟ به نظرم امکان داره پلیس همه رو بگیره، چرا نباید من رو بگیره؟ امکان داره موهاتو کلا بلوند کنی، بگم بلند کنی، بلوند کنی. ببین من یه کاری داشتم میکردم، نمیدونم بهتون گفتم یا به بچه‌های تلگرام گفتم، چند ماه پیش رفتم بلا بلانش، نشستم رو صندلی گفتم موهای منو سریع بلوند کنید، ولی به خاطر رنگ مو، توناژ موهام، دکولور روی موهام باز نشد
وگرنه همونو بلوند میکردم. خیلی دوست دارم ولی روموهام در نمیاد. شاید پایه پایه مثلا چند بار رای کنم ولی الان نمیدونم. امکان داره دوباره بری ادامه تحصیل بدی توی دانشگاه؟ نه، ولی امکان داره مثلا یه سری کورس بردارم، چون این کار رو زیاد کردم. مثلا توی یه چیزی که دوست دارم بیشتر جاش بمونم، حالا یا تو کورسرا یا تو مستر کلاس یا حتی توی مثلا یه کالجی چیزی، ولی اینکه بخوام برم درس بخونم خیلی جدی نه. امکان داره یه روزی سگ بیاری به عنوان پت؟ خیلی این چند وقت دارمش فکر میکنم، ولی وقتی که شرایطم خیلی استیبل باشه، چون سگ و گربه خیلی فرق داره، شرایط نگهداریش مسئولیتش یکم بیشتر است، متفاوته. امکان داره تا یه سال دیگه کلا استایلتو عوض کنی؟ ببین نه، من استایلمو دوست دارم، یعنی شده گاهی مثلا یه کار متفاوت بکنم یا حالا با ترندای یکم تغییر ایجاد کنم، ترندی تر بکنم، یه چیزی اضافه کنم، یه کم کنم، ولی کاری که الان دارم میکنم و دوست دارم خیلی. ولی راستش امکان داره، چون ممکنه چند وقت دیگه مثلا خوشم نیاد، نمیدونم. سلیقه خیلی تغییر میکنه همش، مثلا اخلاق و شخصیت همون هی بزرگتر میشیم، پخته تر میشیم، شاید با توجه به اونا مثلا دلم چیزای دیگه بخوام. امکان داره دیگه کلا از اکسسوری استفاده نکنی؟ اینو فکر نمیکنم، نه هرگز. شما وقتی اکسسوری ندارم مثلا یه تیپی میزنم، مثلا قشنگ میشم که وای یه چیزی کمه. امکان داره اگه به گذشته برگردی انتخابات عوض بشه؟ آره، به خصوص این چند وقته یه چند تا چیز هست که تو مخمه، ولی خب همیشه به خودم میگم که هر انتخابی که کردی آدمی که امروز هستی رو ساخته، پس درسته الان داری با عواقبش دست و پنجه نرم میکنی، ولی بپذیر، یاد بگیر، تکرار نکن. امکان داره یه روز تصمیم بگیری کل دنیا رو با یه کوله پشتی بگردی و کلن لایف استایل ثابتی نداشته باشیم؟ که یکی از آرزوهامه. حالا نه اینکه با کوله پشتی بگردم، ولی دوست دارم که کلن ثابت نباشم، مثلا برم 6 ماه یه سال هی جامو عوض بکنم. اینم میگم لحظه ایه، مثلا گاهی که خیلی خستم یا از لحاظ روحی مثلا بالا پایین داشتم، مثلا اینجوریام که دوست دارم فقط برم یه جای امن، یه جای خوشگل، یه جایی که به هم حس آرامش میدم، مثلا تا ابد اونجا بمونم. ولی در کل آره دوست دارم. امکانش هست با حسین دوباره ویدیو بگیری؟ آره، دارم برمیگردم استانبول، حسینم استانبوله. رو کامنت اول که پین میکنم برام بنویسین که چه ویدیوهایی با حسین بگیرم که فردا گرفتم با شروع کنم ویدیو گرفتن. امکان داره یه تتوی خیلی بزرگ مثلا نصف بدن یا نصف دست بزنی؟ نه. امکان داره رابطت با کوروش لانگ دیستنس بمونه؟ خب هر رابطه لانگ دیستنسی باید یه پایانی داشته باشه، وگرنه فایده ای نداره، پس نه، بالاخره تموم میشه این دوری. امکان داره توی یه شهر سرد زندگی کنی مثل شهر کانادا؟ فکر نکنم، چون من دیوونه میسه، به روحیاتم نمیسازه. من جایی که توش هستم، محیطی که توش هستم، حتی یه اتاق یا یه خونه روم تاثیر میذاره. یعنی اگه برم تو خونه یکی انرژیش منفی باشه، من در جا حالم بد میشه، سنگین میشم مثلا. و دیدین که مثلا همیشه قره هوای استانبول و دبی که 10 روز توش بودم یه روز آفتاب نبود، قرهشو میزنم. دوست ندارم. امکان داره یه سفر به قطب شمال داشته باشی؟ آره. امکان داره دوباره معلم زبان بشی؟ نه، خیلی کار سختیه و اون موقع خیلی حوصله داشتم، الان اصلا اون حوصله ندارم. امکانش هست بازم یه تولد بزرگ و خفن بگیری یا دوست داری همچنان بری سفر؟ دوست دارم تولد بزرگم و یعنی امسالم دوست دارم برم سفر. تولد بزرگ و دوست دارم 30 سالگی بگیرم که میشه امسال، نه سال بعدش. امکان داره اصلا ازدواج نکنی و بچه نیاری؟ نه، فکر نمی کنم. امکان داره گیاه خار بشی؟ بله. امکان داره بخوای با رضایت خودت بمیری؟ ببخشید دارک شد. ببین شده از لحاظ روحی خیلی حالم بد باشه یا مثلا یه موقعی انقدر گریه کنم که دلم بخواد فقط بخوابم اون روز تموم شه مثلا، یا برم بیفتم یه جا، ولی تا حالا به این موضوع مثلا فکر نکردم که این کار رو انجام بدم. نه، سوال تموم شد ولی کارهای من تموم نشد، بدتر هم شد، خیلی هنو مونده. فکرم یه ذره برم یه چای داغ بخورم و یه غذایی سفارش بدم و جمع کنم. امشب هم ایونت سارا جسیکا پارکر، سفرم به دبی خیلی گوگولی تموم میشه. دوستتون دارم،
مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. ویدیوی بعدی امروز میگیرمش که چیپ چت خیلی خیلی داغه.